Injile Luqa. Luqa fasle avval. تقدیم به عالی جناب تیوفیلوس. تا به حال نویسندگان بسیار به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند و آنچی را که به وسیله شاهدان عینی اولیه و صاحبان آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود با عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیش آمدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته ای پی ببری. در زمان سلطنت هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهن به نام زکریا از فرقه ابیا زندگی میکرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون کوتاهی کلیه احکام و اوامر خداوند را رعایت میکردند، اما فرزند نداشتند زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در خانه خدا به فرقه زکریا رسید، او با عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. مطابق رسوم کاهنان قرعه به نام او برآمد که به اندرون مقدس خانه خدا وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چارپایه بخور ایستاد. زکریا از دیدن این منظره تکان خورد و ترسید، اما فرشته به او گفت: ای زکریا نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسر خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. خوشی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگ در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را برای نیکان آورد و مردمان مستعد برای خداوند آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او جواب داد: من جبرئیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا انگام وقوع این امور گنگ خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر تمام خواهد شد باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند از این که او آن همه وقت در اندرون مقدس خانه خدا ماند متعجب گشتند. وقت بیرون آمد و قوت سخن گفتن نداشت. آنان فهمیدند که در اندرون مقدس خانه خدا چیزی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند به اشاره مطلب خود را می فهماند. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامله شد و مدت 5 ماه از مردم گوشه‌گیری می کرد و با خود می گفت: این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است. در ماه 6 جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهر به نام ناصره که در ولایت جلیل واقع است به نزد دختری که در عقد مرد به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و با او گفت: سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آن چی فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذاشت. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را با او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایان نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت:
این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشته ام. فرشته به او جواب داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری پسر در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد، زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت: باشد، من کنیز خداوند هستم، همان طور که تو گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت. در آن روزها مریم عازم سفر شد و با تیزی و شتاب به شهر واقع در کوهستان یهودیه رفت. او به خانه زکریا داخل شد و به الیزابت سلام داد. وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت: تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک از ثمره رحم تو. من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از خوشی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. مریم گفت: جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا خوشی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خوان، زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگ برای من کرده است. نام او مقدس است. رحمت او پشت در پشت برای کسان است که از او می ترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است. متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افگنده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را با دست خالی روانه کرده است. به خاطر محبت پایدار خود از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است، همان طور که به اجداد ما، یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد. مریم در حدود 3 ماه پیش الیزابت ماند و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسر به دنیا آورد. وقت همسایگان و خویشاوندان او با خبر شدند که خداوند چی لطف بزرگ در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. پس از 1 هفته آمدند تا نوزاد را سنت نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند، اما مادرش گفت: نخیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند: اما در خاندان تو هیچ کس چنین نام ندارد. و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او درباره نام طفل چیست. او لوحه خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدند و کلیه این اخبار در سر تا سر کوهستان‌های یهودیه انتشار یافت. همه کسانی که این موضوع را شنیدند درباره آن فکر می‌کردند و می‌گفتند: این کودک چی خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با اوست. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین پیشگویی کرد: خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داوود راننده نیرومند برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنان ما رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنان
نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و راستی تا زنده ایم عبادت نماییم. و تو ای فرزند پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا پیش قدمای خداوند خواهی رفت تا رای او را آماده سازی و به قوم او خبر دی که با مرزش گناهانشان رستگار می شوند. زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که آفتاب صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ بسر می برند بدرخشد و قدمهای ما را برای صلح و سلامتی هدایت فرماید. و اما طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی که علنا به قوم اسرائیل ظاهر شد